بسم الله الرحمن الرحیم، بازم خوش آمدید. خلیل صدیقی هستم. ادامه میتیم به برنامه پریمیر. خب، برنامه پریمیر در حال آماده شدن است، ختم شد. تا وقتی که مسیج بکگراند زرد با تکس سفید که به چندین زبان نوشته می باشه میدیا از پیندینگ آف نبود، شما کارتون ادامه نمیتین. وقتی کلیپتان نمایش داد، او وقت شما اجازه کار کردن دارین. میم سر موضوع تایتل، بخش اول تایتل به نام دیوالد استیل تایتل. وقتی کار میکنیم بخواییم که یک تایتل غیر متحرک ایجاد کنیم. نام برش میتین، میگیم این تایتل مربوط چی باید باشه. میگیم Do not record. Record باید نشه. یا مثلا نوشته میکنین Do not copy. Main این پس کلوز میکنین. پس main یک تایتل دیگه میگین میتیم. میگیم استیل، برزی میگیم Do not copy. اوکی؟ شما میتونید توسط انتخاب از تایتل یه رو میارین در قسمت یک دونه رکتنگل باکس در یه سا اد میکنین و میگیم کلر از کدام کلر باشه. میگیم رید. اوکی؟ و میارین تایتل میگیرین در این قسمت یک تایتل هم اضافه میکنین. میگیم not copy. سایزش خورد میکنیم تا یه اندازه و کلرش میگن پس white. اوکی؟ و ای رو move میکنیم میرین در اینیسه ای رو میگن close. میتونین تایتل do not copy رو در ویدیو دو اد کنین به این شکل. موضوع دیگه است بنام دیوالت رول. وقت کار میکنین ما اگر بخواییم یک تایتل باشه که از طرف پایین به طرف بالا انیمیشن داشته باشه بازور چی میگین؟ مثلا میره میگیم بنام ادورتایز. اوکی؟ ولی من در اینجا نوشته میکنیم This movie is Blu-ray. Ctrl A سایز شخورد میکنیم تا یه اندازه و کلر میتیم بمیرنگ. میگیم کلوز و ایره میتونیم بعد از کپی ایجاد کنیم. وقتی کپی ختم میشه باید از تایتل movie is blu-ray به طرف بالا برم. اگر بخواییم ایدیت کنیم دبل کلیک پس میم ایره ما قرار میتیم نمینجا movie is و توسط کلیک از ای آپشن رول کرول آپشن میگم از شروع تا ختم اسکرین باید ای انیمیشن داشته باشه پس کلوز. وقتی پلی میگیم تایتل به طرف بالا رفت به این شکل. موضوع دیگه است به نام The World Crawl. ما میخواییم که یک لاین از نیوز بسازیم. ایران میگیم اوکی و نیوز یک خط طولانی از این قسمت تا این قسمت ما اد میکنیم و یک موضوع رو نوشته میکنیم. پس پکه میگیریم سایز زیر کلان میسازیم و میایم به کمک یه آپشن میگیم left یا right. میگیم از شروع تا ختم اسکرین. اوکی کلوز و ایره میتونیم هم به ادامه از این تایتل میگیم بیا پلی به این شکل. موضوع دیگه است اگر بخواییم تغییرات دمی تایتل بیاریم بیز آن کرنت تایتل میگیرین. اگر بخواییم از تایتل های پروژه آماده استفاده کنین میگین بیز آن تمپلیت.
از استفاده میکنین، اگر نباشه از طریق میتونین بیارین. با کمک کلیک کردن در این قسمت از آپشن خب موضوع فونت وقتی کار میکنین که بخواین دمی تایتل تغییرات در خود استایلش بیارین، میگین فونتش کدام رنگ باشه، کدام استایل باشه، میگه مینی استایل، هر استایلی که شما انتخاب میکنین، مثلا میگه مینی استایل باشه، سایزش خرد کنیم به این شکل. بخش دیگه سایزش چقدر باشه، سایزش انتخاب میکنین، به طرف سنتر باشه، رایت، لیفت، بخواییم که عمودی و فقی هر قسمی که ضرورت بود شما انتخاب میکنیم. ورد رپ شما میخواییم زیر در زیر باشه یا یک لاین مستقیم. تپ استاپس میتونیم بغیر از سپیس شما از تپ کار بگیریم که از کمک کلید تپ استفاده کنیم، سه برابر سپیس بر شما کار کنه. تمپلیت بخواییم که شما از پروژه آماده استفاده کنیم، تمپلیت میگیریم و رول کرول آپشن وقتی کار میگیرین بخواین که انیمیشن از زیر تعیین کنین، لفت رایت رول کرول هر کدام که ضرورت بود. لوگو میخواین که اضافه کنین در روی سکرین، انزرت لوگو میگیرین، لوگو رو انتخاب میکنین، مثلا کدام لوگو باشه، مثلا اینی لوگو باشه، میایم در این قسمت سایز زیر خورد میکنیم، سایز شو دیگه هم خورد میکنیم تا اینی اندازه و ایره میبریم به طرف بالا ادوبی پریمیر به این شکل و ایره میگیم که خیره تر باشه کمی. میریم در تایتل میگیم ترانسفارم، اوپاسیتی میگیم 50%. بخش دیگه از لوگو، انزرت لوگو اینتو تکست، دبل کلیک میگیم در این قسمتی از تکست یک لوگو رو اضافه کن، میریم تایتل میگیم انزر لوگو اینتو تکست، یعنی لوگو رو در داخل تکست بر ما اضافه میکنه، اضافه شد، انزر لوگو اینتو تکست. موضوع دیگه است با نام ریستور لوگو سایز. وقتی ما این لوگو را سایزش کلانتر بسازیم برای این میگیم که ریستور لوگو سایز. اگر از دو خط از تایتل و اکشن سیور یا بیرون کشیده باشیم که با نام پیکسل اسپیک ریشیو میگه، میتونیم پس داخل از او بسازیمش، میگیم ریستور لوگو اسپیک ریشیو، پس امی خود لوگو را داخل از چوکات تایتل و اکشن سیور یا بسازیم. بخش دیگه از ترانسفارم میگم از لحاظ پوزیشن که مربوط زاویه ایکس و وای میشه، شما یک قیمت تعیین میکنین تا خود ادجست کنه یا فیت کنه. بخش دیگه اسکیل میگم سایز از چقدر باشه، میگم 50% خرد باشه. و بخش دیگه از به نام روتیشن میگم به 90 درجه روتیت باشه. و ترانسفارم خب ترانسفارم و پس تیرم کار کردیم، سلیکت کو چیزی که بعد از تایتل ما ایجاد کردیم، میریم در تایتل میگم سلیکت next us و select last yes. برازی میگم تنظیم کن، البته این لوگو را در قسمت پوش سر از تکست ببر. چی میگم؟ arrange send to back، پوش سر از تکست رفت. و بخش دیگه از position میگم این دوسط باشه از لحاظ vertical یا میگم دوسط باشه از لحاظ horizontal به این شکل. و align objects چندین ابجکتی که ما داشته باشیم، مثلا ما یک باکس هم اضافه میکنیم و این باکس رنگ میتیم به رنگ آبی، میگم اوکی و این باکس هم میگم به طرف پشت سر بره و تکست هم میگم به طرف پیش روی از این باکس باشه به این شکل. خب حالا میایم، البته لوگو چی شد؟ این لوگو باکس به این شکل میم کنترل تمامش انتخاب میکنیم، میگم تمام از این تنظیم شد به طرف وسط، وسط خود تنظیم میکنم، میگم تنظیم شد از لحاظ ورتیکل وسط، ورتیکل وسط و میگم مسافه بگیره از لحاظ سنتر، مسافه گرفته، مسافه بگیره از طرف لفت
از چپ خود مسافه میگیرن، البته نزدیک به چپ نیست، خود دور میسازن. میگه مسافه بگیره از لحاظ باتون، از پایین هم مسافه داره. بخش دیگه از ویو میگم نمایش بده. سیف تریتر مرجنس میگم داخل از این خطه، اگر بخواییم که نشان نده باز ایره آف میکنیم، داخل خط آف میشه. میگم آف کو اکشن سیوری هم خطی دیگه هم آف شد. تکست بیزلاینز، البته تکست که انتخاب میکنیم یک خط صفحه چهار طرف است، او را میگن آف کو. بیزلاینز را شما آف میکنیم به او شکل. میرم تایتل، میگم مارکر، اگر تپ اضافه کردیم او را میگم نشان بده آف کو. میگم ویدیو را هم آف کو به این شکل، درست؟ خب این بود موضوعی از بخش تایتل. خدا کنه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. مینوی ویندو هم چیز بیشتری نداره. پیش از اینکه شما کار آغاز کنین، ورک اسپیس شما عیار میسازین که میگن ما میخواییم ایدیت کار کنیم، یکان افکت گذاری بالای چی؟ بالای کلیپ ها افکت گذاری کنیم به این شکل، یا میخواییم که شما اودیو را ایدیت کنین. و اگر یکان موضوع از ویندوی پروگرامتان نبود از طریق میتونین بیارین، مثل تولز، مثل تایتل، مثل آپشن، مثل انفارمیشن، هیستوری، افکتس و غیره. خب این بود بخشی از ویندو تولز بعد از یک وقفه.